به نام خدا. سلام دوستان عزیز. فرید احمد شمس هستم، معاصر سال 4 15 طب معالجوی. در این سری از آموزش هایی که روی دست داریم به یاری خدا قصد داریم آموزش کامل ریاضی از صنف اول تا ختم صنف 12 را برای شما آموزش دهیم. ریاضی که قصد دارم برای شما آموزش دهم شامل 4 بخش حساب، الجبر عددی، الجبر حروفی و الجبر عالی می باشد. جهت بهتر یادگیری این آموزش برای شما چند پیشنهاد می دهم. در این آموزش از هر بخش برای درک بهتر شما مثال های زیادی کار خواهد شد. بهتر است بعد از هر 3 الی 4 مثال کلیپر شما استاد بکنیم و اگر نتونستیم مثال های بعدی خود شما کار بکنیم وقت میتونیم کلیپر ببینیم. در این آموزش سوالاتی که کار خواهد شد از تمام منابع سوالی گرفته شده، هم کتاب های مکتب هست، هم تست های کنکور است و هم سوال هایی که در کنکور سوال های قبل آمده. میدانم که این آموزش مثال ها، ساعت ها و تشریحات زیادی داره و امکان داره شما بی‌حوصله بشین، اما باور کنید تنها هدف ما از این همه سوال کار کردن درک بهتر شما از سوالات است. و خواهش میکنم تمام کلیپ ها کامل ببینیم، چون بعضی اوقات بعضی از قوانین سوال کار کردن در خود سوالاتی که ما کار میکنیم. باز هم اگه کم و کاستی های در این آموزش بود ما را عفو کنید، انشاءالله در آموزش های بعدی با پیشنهادات شما خوب خواهد شد. گفته شده که مفاد فیصدی گفته معلوم بکنید. فیصدی را از ما مای فیصدی خودم فیصد را به شکل کسر میتونیم بنویسیم یا نه؟ بله. چی رقم کسر کسر که مخرجی 100 باشه؟ خب همین مخرج 100 چون فیصدی و نامعلومه پس به صورت x میگذارم. x بر 100 یعنی چه؟ فیصدی. خب بعد از x بر 100 علامه ضربه میندازیم، این طریق طریق عمومیه برای پیدا کردن فیصدی بغیر از طریق چی فرمول و تناسب اینا هسته. 100 بر x ضربه مقدار کل چنده؟ 6000 منسبی میشه به چند؟ به مقدار جز 600. حالا این رقم میگم، میگم چند فیصد 6000 میشه 600؟ چند فیصد 6000 میشه 600؟ اگه سوال رو نگاه بکنه این چیز گفته، گفته شما بگیم که از 6000 دارم 600 دارم مفاد به دست آمدم، این 600 دارم فیصدی چند میشه؟ یه هم این گفته چند فیصد 6000 میشه 600؟ این هم موضوعی که یا مثال شیشام این هم میبارد مفهوم این چیز این همی چیز میشه. این دو صفر با این دو صفر تمام میشه، x در به 60 میشه 60 تونه x مساوی میشه به چند؟ به 600. اطراف تقسیم ضریب x را 60 میکنیم، این 60 به 60 تمام، 1 60 به 60، 1 60 به 60 صفر هم داره میشه چند؟ 10. الان بازم 10 فیصد چی شد؟ به وجود آمد. طریق دوم، خوب توجه بکنیم که به تمام مثال های کار میکنیم از طریق دوم ما استفاده میکنیم. طریق دوم چی قسمه؟ فیصدی میتونیم به چی برسیم؟ به یک کسری که مخرج 100 باشه. خب چون که فیصدی نزا داره ما نامعلومه پس میگم x بر 100 فیصدی یعنی x بر 100 ضرب مقدار کل مساوی به مقدار چی؟ جز x بر 100 یا فیصدی 6600 اینا. حالا میگم چند فیصد 6000 میشه 600؟ چند فیصد 6000 میشه 600؟ کنگاه کنید شد 10 فیصد. این طریق دوم و طریق سوم طریق تناسبه. 100 فیصد عدد محض چند؟ 6000. اگر عدد مباشه 600، 600 چند فیصد میشه؟ تناسب دو رقم داشته نه؟ فیصد زیر فیصد، عدد زیر عدد، یا فیصد، فیصد، عدد، عدد. هر کدوم کنگاه کنید درسته. 100 ضرب 600 طرفین به وسط این تقسیم 6000 میکنیم، این دو صفر با این دو صفر، یک صفر با این صفر، یک 6 یک 6 تا 6 تا، یک 10 تا میشه چند تا؟ 10 تا. پس از هر سه طریق همین سوالایی که اینجا نشون داده تا سوال 11 یا مثال 11 هر سه طریق های کار میکنیم جواب این چیز میشه. این بود از مثال 6 هم. بریم مثال 7 ببینیم که چی گفته. مثلا اصلا گفته اگر از 2000 کیلوگرم آب دریا، خود گفته گفته آب دریا مثلا اگر 2000 کیلوگرم باشه یعنی که کل آب دریا تقسیم کردن، گفتن اگر از هر 2000 کیلوگرم پس 2000 کیلوگرم میشه مقدار کلیو، مشکل داره که ما برای آب کیلوگرم هم استفاده کنیم. اگر از 2000 کیلوگرم آب دریا 600 کیلوگرم نمک به دست میاد، یعنی از 2000 کیلوگرم 600 کیلوگرم نمک باشه، چی شد؟ 600 کیلوگرم جزء شد دیگه، درسته؟ یعنی 600 کیلوگرم جزء از چی؟ 2000 کیلوگرمه که چی هم نمکه. به دست بیاید مقدار فیصدی نمک شما گفته در آب پیدا کنیم. از اون گفته فیصدی پیدا کنیم. فیصدی چیه؟ اینه دیگه. طرفین و وسطین 100 ضرب 600
تقسیم روبرین چیه؟ 2000. این دو سفر با دو سفر تمام، یک سفر هم با یک سفر تمام، یک دو به دو، سی دو تا شست تا، سی زرم یک همشه چند؟ سی فیصد. خب اگه سی میبینی قسمت بگذارم، دو زرم سی میشه شیشت، باشه دو زرم سی میشه شیشت، چهار سفر هم داره میشه شست هزار، صد هم زرم شستت میشه چند؟ شست هزار میشه. فقط جواب درسته. طریق دوم چی بودن؟ طریق بود که برای دریافت فیصدی از اون کار میگرفتیم. اکس فرصد یعنی چند فیصده 2000 کیلوگرم مساوی میشه به چند؟ 600 کیلوگرم. یعنی به ترتیب اعداد رو بنویسیم. چند فیصده اکس فرصد یعنی چند فیصده؟ چند فیصده 2000 کیلوگرم مثل چند؟ 600 کیلوگرم. همینطور به ترتیب اعداد رو بنویسیم. چند فیصد 6000 کیلوگرم مثل 600 6000 دلار مثل 600 دلار. که سوال اولی این ترتیب کار کرده. دو سفر به دو سفر تمام یعنی چی؟ 20 ضرب x میشه 20 تونه x مساوی میشه به چند؟ 600. اطراف تقسیم 20 میکنیم، ضریب x چون 20 20 به 20 تمام 1 20 به 20 3 20 تا 60 تا 0 تمام میشه چند؟ 30 داره فیصد میشه. و طریق سوم که کار میکنیم طریق چیه؟ تناسب. 100 فیصد عدد مقصد چند؟ 2000 کیلوگرم. حالا اگه عدد باشه 600 کیلوگرم فیصدی و x 600 ضرب 100 میشه 60000 تقسیم روبر x هسته 2000. 3 سفر به 3 سفر تمام 60 تقسیم 2 هم چند میشه؟ 3 میشه. پس دیدیم که این سوال دارم ما از عرصه تیره کار کردیم جواب چی شد؟ این چیز شد. پس برای دریافت فیصدی ما طریق جدیدی که یاد گرفتیم چیه؟ x بر 100 یعنی چند فیصد. x بر 100 یعنی چیه؟ چند فیصد. چند فیصده مقدار کل مساوی میشه به مقدار جز. فرمول همینه، چند فیصد مقدار کل مساوی به مقدار جز میشه. مثال بعد گفته شده که در جنگ جهانی اول یک گروه از اساکر به 3560 نفر میرسیدن. خود مقدار کل گفته، یعنی اس گفته 3560 و از این جمله تلفاتشون به 178 نفر رسیده. پس جزء ما چنده؟ 178. معلوم کنیم که درصدی تلفات چقدر؟ درصدی و فیصدی رو باید. پس این سوالیه. ما هم طرف این رو وسطه این 100 ضرب 178 بر روبرو این چیه؟ 3560. خب این صفر با این صفر چی میشه؟ تمام میشه. 10 ضرب 178 میشه 1780 بر 356. اگر اختصار بکنیم به نظر میاد که 5 بشه 356 ضرب 5. 5 6 تا 30 تا حاصل از 3، 5 هم 25 و 3 28 حاصل از 2، 5 3 15 دیگه میفته. اگر 1070 شد بله. اگر 1070 شد تقسیم 356 بکنیم جواب چی میشه؟ 5 میشه. پس جواب چی شد؟ 5 فیصد شد. خب با تلفن وسطی کنیم باید این چیزا برام چی جواب بده. یک طریق برای کار کردن، طریق دوم چی بوده؟ طریق جدیدی بود که خونده بودیم. چند فیصد مقدار کل یعنی 3560 مساوی میشه مقدار جز یعنی 178. خب بازم این صفر با این صفر تمام میشه، میشه چند؟ 356 ضرب x میشه 356 x بر 10 مساوی میشه به 178. مخرج داره مخرج یک. 356 x ضرب 1 میشه 356 تونه x مساوی میشه به 10 ضرب 178 میشه 1780. اطراف تقسیم 356 که بکنیم بازم چی میشه؟ جواب 500 به ما میده. و طریق آخر هم طریق تناسب است. 100 فیصد عدد ما هست 3560. حالا اگر عدد ما باشه 178 100 که ضرب 178 بکنیم میشه 17800 تقسیم 3560. این صفر به این صفر تمام بازم شد 1780 تقسیم 356 که بازم چی میشه؟ 5 فیصد میشه. پس دیدیم که بازم برسید تیلی کار کردیم جواب اینه چیز شد. سوال هشتم هم تمام شد، بریم به سوال نهمی. سوال نهم گفته شده چند فیصد 1800؟ خود گفته چند فیصد، پس این ما نامعلومه. 1800 خود گفته این چیه؟ مقدار کل نماده. از کجا میفهم؟ چون 1800 از 540 خودتره، پس 540 جزء ماده. طرف این وسطه
100 ضرب 540 تقسیم چند؟ 1800 روبرو این هست 1800 این دو صفر با دو صفر تمام میشه میمونه 540 بر چند؟ 18 یک 18 اینجا 3 18 میشه چند؟ 54 صفر داره میشه چند؟ 30 دونه؟ فیصد پس اینجا من نرسم 30 فیصد یک طریق برای کار کردن یا؟ طریق دوم چند فیصد اکس درصد چند فیصد 1800 میسایی میشه به 540 چند فیصد 1800 میسایی 540 میشه این دو صفر به این دو صفر تمام 18 دونه اکس 18 در اکس میشه 18 دونه اکس میسایی میشه به 540 اطراف تقسیم ضریب مجهول که 18 باشه میکنیم 18 به 18 تمام اکس هم میسایی میشه به یک 18 18 3 18 54 صفر داره میشه چند؟ 30 و طریق سوم تناسبه 100 فیصد عدد ما هست 1800 اگر عدد ما باشه 540 چند فیصد به دست میاده 100 ضرب 540 و روبرو اکس هم 1800 دو صفر به دو صفر تمام 540 تقسیم 18 میشه چند 30 فیصد باز هم از درسته طریق کار کردم جواب این چیز شد من چرا اصلا طریق کار میکنم طریق اول خب اینه طریق دوسر کار میکنیم ببینیم که بازم 30 میشه این جواب درست میگه نه بریم تان کار میکنیم باز شما دلخواه هر طریقی که دوست داشته میتونیم برای پیدا کردن چی؟ برای پیدا کردن فیصدی به کار بگیریم تمام سوالات اگر به اینجا من نوشتم برای پیدا کردن چیه؟ فیصدیه از سوال ششم تا یازدهم پس برای پیدا کردن فیصدی شما میتونیم از این سه طریق کار بگیریم مثال دهم گفته مجموع نمرات یک شاگرد در امتحانات سالانه از 1600 نمره خود نمره کل گفته گفته از 1600 پس اسم هست مقدار کل 1600 1400 نمره شده از 1600 شده 1400 پس آیا هست 1400 معلوم کنیم شاگرد مذکور چند فیصد نمرات تکمیل نمیده چند فیصد پس این من سوالی میده 100 ضرب 1400 تقسیم روبروی این چیه 1600 این دو صفر به دو صفر تمام میشه 1400 بر چند 16 اختصار میکنیم به سر دو میشه 8 به سر دو میشه 7 دو تا صفر به سر دو 4 به سر دو 350 به سر دو 2 به سر دو 175 175 بر 2 یک دو تا دو تا 8 دو 16 حاصل از 1 7 تا 14 تا میمونه 1 اشار میخواره 5 87 اشاری 5 ببینیم میشه یا نه 872 تا 5 تقسیم 2 8 تا 16 تا حاصل از 1 به سر 2 میخواره 5 7 تا 14 تا میمونه 1 اشار میدونم 0 5 تا 10 تا شد چند 87 اشاری 5 شد پس این از جواب 87 اشار 5 این طریق اول بریم برای امتحان تلیفون دیگر هم کار کنیم درست هست یا چند فیصد 1600 نمره مثل میشه به چند 1400 دو صفر به دو صفر تمام شما در اکس میشه 16 دونه اکس مثل میشه به 1400 اطراف تقسیم 16 میکنید چون ضریب اکس 1400 تقسیم 16 چند بشه 87 5 پس این طریق هم درسته طریق سامان تناسبه 100 فیصد مست 600 اگر نمره باشه 1400 چند فیصد به دست میاد خب 100 ضرب 1400 تقسیم 1600 دو صفر به دو صفر تمام میشه 14 ضرب 100 میشه 1400 و 16 که بعدا تقسیم بکنیم 85 به دست میاد این سوال هم از درسه طریق پس کار شد سوال 11 سوال جالبه گفته شده در یک مزرعه که محصول 60 تن گندم شده 60 تن خود گفته یک مزرعه 60 تن گندم حاصل داده پس 60 تن چیه مقدار کل منه است شد 60 تن سهم مالکی شده 24 تن از 60 تن 24 تن از مالکه پس مالک چیه پای دیگه جزء دیگه شده سهم ضرر گفته شما بگین که چند درصد میشه یعنی این شما پیدا بکنید طرف های وسط این 100 ضرب 24 تقسیمه روبرو این هسته 60 این صفر به این صفر تمام میشه نمونه 10 ضرب 24 بر 6 1 6 4 6 تا 24 تا 10 4 تا مثل چند تا 40
فیصد بشن. حالا شما به این فکر نباشیم که 40 فیصدی که ما به دست آوردیم سهم زاره باشه. سهم کی باشه؟ زاره باشه. چرا؟ اگه طرف سوال نگاه بکنه از 60 تن 24 تن سهم کی رو مالکه؟ 24 تن سهم مالکه. یعنی چی؟ یعنی اگر 60 تن بگیرم منفی 24 بکنم 6 3 36 تنی رو از زاره، 24 تنی از کی؟ نه از مالکه. 24 تن از کی؟ نه از مالکه. حالا اولین کاری که ما کردیم به این جگا رفتیم فیصدی مالک پیدا کردیم. مالک 24 تن سهم ازی بوده، ما 24 تن رفتیم فیصدی رو پیدا کردیم، شد چند؟ 40 تنه فیصد شد. حالا از 100 فیصدی که کل محصوله منفیه، 40 فیصدی که مالک برای خود میگیره میکنیم، میمونه چند؟ 60 فیصد. حالا این 60 فیصد که حقا کی؟ حقا زاریه. حالا که پیدا شد 60 فیصد حقا کی؟ حقا زاریه. پس اگر طرف سوال نگاه بکنه دارم 40 بیرون بکنیم، 40 هم شاید داخل چهار جواب ها کانکور بکنیم شما بزنیم. بعد اگر طرف خوب متوجه سوال باشه، گفته یک مزرعه 60 تن محصولی چیه؟ گندمه. سهم مالکی 24 تنه. از 60 که 24 کم بکنیم میمونه چند؟ 36 تن دیگه نمونه. باید زاره از مالک چی؟ بیشتر دیگه بگیره. ولی خب زاره باید از مالک بیشتر بگیره. به اینجا ما 40 فیصدی که به دست آوردیم، 40 فیصدی که ما به دست آوردیم، این 40 فیصد از کی؟ از مالکه. از زاره نیه، چون زاره باید از مالک بیشتر بگیره. خب این امکان 100 منفیه 40 فیصد مالک کردم، شد چی؟ 60 میشه. 60 فیصد از کی؟ از زاره هسته. همین سوال به این طریقه هم بتونم کار بکنه. چند فیصد اکسالر؟ چند فیصد 60 تن مساوی میشه به چی؟ 24 تن. 0 به 0 تمام میشه. به سر دو میشه 3، به سر دو میشه 5. 3 ضرب x میشه 100 تن، x بر 5 مساوی میشه به 24. 6 ضرب 1 میشه 100 تن، x مساوی میشه به 5 ضرب 24 میشه 120. اطراف تقسیم 3 میکنم، 3 به 3 تمام، 1 3 به 3 4 3 12 0 هم داره میشه چند؟ 40. این 40 که هست به دست آمد بازم میگم سهم کینه؟ سهم مالکه. 100 فیصد که منفی 40 فیصد مالک بکنیم، یعنی 100 فیصد کل محصوله که منفی 40 فیصد مالک بکنیم، سهم زاره یا کسی که روی زمین کار کرده و محصول به دست آورده به دست میاد که چند؟ 60 فیصده. از طریق تناسب کار بکنیم بازم این جواب به دست میاد. خاطر از اینکه از طریق تناسب با کار بکنیم، اولین کاری که میکنیم گفته محصول کل میزنی شده 60 تن، این منفیه سهم مالک میکنیم که هست 24 تن، مثلا میشه به چند؟ 36 تن تن میشه. این 36 تن از کین؟ از سهم کین زاره. سهم کین زاره. حالا این نگاه میکنیم کمی 36 تن چند فیصد میشه؟ 36 تن چند فیصد میشه؟ از طریق تناسب 100 فیصدی هست 60 تن. حالا 36 تن اگر باشه x، خب 100 ضرب 36 بر روبر x هسته 60. این صفر با این صفر تمام، 1 6 به 6 6 تا 36 تا 10 ضرب 6 میشه چند؟ 60 فیصد میشه. الان ببینیم 60 فیصد چرا کردیم؟ ما براحتی به دست آوردیم. پس سوال 11 به فکر ستاره بگذاریم، ریاضی سوال خود نگه کنیم که ما چرا کردیم تا این جواب از این به دست آورده. بود از مثال 11 هم نمیزم سوال ها و مثال ها ادامه داره، امیدوارم خسته نشد. خب سوال 12 هم رسیدیم، ببینیم که سوال 12 هم چی رقم سواله و چگونه کار میشه. گفته شده که شخص به نام تام از سرمایه خود مبلغ 1500 افغانی فایده گرفته است. اگر این شخص 7.5 فیصد فایده گرفته باشه یعنی چی؟ یعنی 1500 افغانی چند به فیصدی میشه؟ 7.5 فیصد فایده همین 1500 افغانی اگر همین فایده بگیریم به فیصدی حساب کنیم میشه چند؟ 7.5 فیصد میشه. سوال خود همین کار کرده، باشد سرمایه این شخص مساوی است به، از ما چی خواسته؟ سرمایه خواسته، سرمایه یا اصل مقدار خواسته یا کمیت یا مقدار کل از ما خواسته. برسته لفظ میگم که بهتر بفهمیم. پس از ما اگه گفت سرمایه پیدا بکنیم، چی بگه اصل مقدار پیدا بکنیم و چی بگه کمیت کل پیدا بکنیم، هیچ تفاوتی نداره. خب بگیریم اول از این فرمول کار بکنیم. فیصدی یا این برای ما داده 7.5 فیصد، یکی مقدار جزء برای ما داده
مقدار جزء به آی نشان میدن 1500 افغانی. دیگه برای ما چی داده؟ از ما سرمایه یا مقدار کل از ما خواسته، این اثر از ما خواسته. از کجا میفهمم که 1500 افغانی مقدار جزءه؟ چون سرمایه خودی گفته سرمایه بریم پیدا بکنیم، بعد سرمایه کل میشه این مبلغ که اینجا هست چی میشه؟ جزء میشه. از ما چی خواسته؟ کل خواسته. فرمول اصلی بود صد بر اس مساوی به این بر آی، که اگر اینجا خواسته باشم اس یا مقدار کل پیدا بکنم طرف این وسطه این میکنم، اس مساوی میشه به صد ضرب آی تقسیم روبر اس چیه؟ این. خب رو فرمول میذارم سوال کار میکنم، اس مساوی میشه به صد خالیو ضرب آی، آی چنده؟ 1500 افغانی بر این، این یا فیصدی هست 7.5%. خب در حالت تقسیم وقت دارم خونه اشاره با صفر چی بکنم؟ تمام بکنم. اما شرط این چیه؟ شرط اینه که به ازای هر خونه اشاره که به سمت راست میرم یک صفری باید چی بکنم؟ اضاف بکنم. خب یک خونه اشاره دیگه باید بذارم میام به سمت راست، چند خونه شد؟ یک خونه شد، چون یک خونه بوده یک صفر به اینجگاه اضاف میکنم، خونه اشاره از بین رفت. حالا یک 75 75 دو تا 75 تا چند تا؟ 150 تا. دو تا صفر دیگه هم باقی مانده، 200 ضرب 100 مساوی میشه به 2، دو تا صفر 200 داره، دو تا صفر هم 100 داره، میشه 4 تا صفر افغانی. پس سرمایه کلی شخص یا تام چند بوده؟ 20000 افغانی بوده، که از 20000 افغانی 1500 افغانی رفته فایده کرده، کمی 1500 افغانی 7.5% میشه. چند میشه 7.5%؟ حالا شما بریم خودشم امتحان کنیم. اگر بگیم 20000 تقسیم 100 بکنم 1% به دست میاد، 2 تا 100 تا میشه 200 تا، 2 صفر باقیمون میشه چند؟ 200. 200 چیه؟ 1% 20000. حالا اینجا گفته 7.5%، یعنی چی؟ 200 ضرب 7.5 کنم، 200 ضرب 7 میشه 1400، 200 ضرب 7 1400، 200 ضرب نیم هم میشه چنده؟ 100 افغانی. 200 ضرب نیم یا 0.5 میشه 100 افغانی. 1400 جمع 100 افغانی چنده میشه؟ 1500 افغانی میشه. پس میگم جواب من چیه؟ کاملا درسته. همینی میتونیم بنویسیم 1/2، 1/2 1 تقسیم 2 بازم میشه نیم. خب 1 دو تا دو تا 100 دو تا میشه 200 تا، 100 ضرب 1 میشه چند؟ 100 میشه. پس از طریق فرمول تو رسیم ما کمیت کل برایتی چی بکنیم؟ پیدا بکنیم. یک طریق پس از طریق فرموله. طریق بعدی اگر خوب یاد شما باشه بهترین راه چی بود؟ طریق تناسب. سوال گفته شده که تام از سرمایه خود مبلغ 1500 افغانی فایده گرفته. اگر این شخص 7.5% فایده گرفته باشه یعنی چی؟ یعنی همین 7.5% فایده شده 1500 افغانی. 7.5% فایده شده چنده؟ 1500 افغانی. حالا گفته شما برای خود سرمایه پیدا کنیم، خب 100% سرمایه چند میشه؟ x یا کل سرمایه میگیم، فیصد زیر فیصد، سرمایه زیر سرمایه. خب طرف این رو وسطه این نکنیم که قیمت مجهول یا قیمت x پیدا بکنیم. 100 ضرب 1500 تقسیم چی؟ 7.5. که بازم یک خونه اشار اینجا داریم، همین یک خونه اشار پاک میشه، یک صفر اینجا اضافه میشه، فرق نمیکنه چی بیزی اضافه کنم چی بیزی اضافه کنم، تفاوتی نداره. بازم 1.75 2.75 150 تا 0 داریم 200 ضرب 100 میشه چند؟ 20000 افغانی. این چی بود؟ این از روش دوم بود، یعنی چی؟ این روش تناسب. و روش سومی که داریم روش دیگه هم وجود داره که رو قبلا با هم خواندیم، بخاطر از اینکه ما مقدار جزء میرفتیم پیدا میکردیم چیکار میکردیم؟ فیصد مینوشتم 7.5 بر 100، همین فیصد که داخل سوال داده مینوشتم 7.5 بر 100 ضرب چی؟ ضرب مقداری که برای ما میادن یا مقدار کل. بعد اینکه جزء پیدا بکنم میرفتم فیصد ضرب چی میکردم؟ مقدار کل میکردم. اما به اینجا گفت برعکسه، اینجا از ما مقدار کل ماه، پس کل قضیه چی میشه؟ برعکس میشه، یعنی 7.5 بر 100 میرسون 100 بر 7.5، چون چی ما اینجا از ما کل ماه ضرب چی؟ ضرب مقدار که داده شده 1500. خب اگه ضرب بکنم 1500 خودیو، چون ضرب کسرای دیگه صورت در صورت مخط در مخط ضرب میشه،
یک هزار و پنجصد خودی سند هم دو تا صفر داره بر هفت اعشاریه پنج. بازم اگه خوب توجه بکنیم میتونم یک خونه اعشار پاک کنم و یک صفر اضافه کنم. این خونه اعشار پاک یک صفر اضافه. یک هفتاد و پنج هفتاد و پنج دو هفتاد و پنج شد یکصد و پنجاه تا. دو با چند تا صفر مونده؟ چهار تا صفر. یک دو سه چهار افغانی. بازم شد چند؟ بیست هزار افغانی شد. پس به خاطر از اینکه ما مقدار کل پیدا بکنیم چند حالت تا اینجا خواندیم؟ سوال. اول حالتی بود که فرمول از طریق فرمول کار میکردیم که اسم معلوم بود اسم پیدا میکردیم. دومین حالت طریق تناسب بود و سومین حالت هم حالتیه که فیصدی خود برعکس به کسر تبدیل میکنیم ضرب مقدار جزئی که داخل سالن آدم میکنیم که مقدار کل چی بشه؟ پیدا بشه. یه سوال اول. تشویش نکنیم سوالات زیاده همه کلا میفهم. گفته شده که سوال 13 یا مثال 13 4 فیصد چند افغانی مبلغ 125 افغانی میگرده. سوال جالبه. گفته شده که 4 فیصد چند افغانی مبلغ 125 افغانی میگرده. یعنی چی؟ یعنی 4 فیصد همین چند افغانی شده چند؟ 125 افغانی. 4 فیصد همین عددی که ما پیدا بکنیم شده چند؟ 125 افغانی. حالا گفته شما بگیم که همون مبلغ چنده؟ ما کل مبلغ ماییم. پس 100 فیصد مبلغ میشه X. برای ما خود سوال گفته شده گفته که 4 فیصد یک مبلغ است 125 افغانی. گفته شده که شما برای خود مبلغ پیدا بکنید. 100 فیصد برای چی بکنید شما؟ پیدا بکنید. طرف این رو وسطه این. چون طریق تناسب بهترین طریقه. 100 ضرب 125 تقسیم روبریک چنده؟ 4. 1/4 به 4 25 4 تا میشه چند تا؟ 100 تا. حالا 25 ضرب 125 بریم جواب به دست میاریم. 125 ضرب 25 5 5 تا 25 تا 3 از 2 5 2 به 10 و 2 12 3 از 1 5 به 5 خود 1 میشه 6 2 5 به 10 3 از 1 2 به 4 1 5 و 2 1 هم به 2 5 2 11 3 شد چند؟ 3125 افغانی. پس 4 فیصد مبلغ 3125 افغانی میشه چندی؟ 125 افغانی میشه. برای امتحان چه کار میکنیم؟ برای امتحان بریم شما 3125 افغانی تقسیم 100 بکنیم که چند به دست بیاید؟ که 1 فیصد به دست بیاید. 100 و 100 تا میشه 300 تا. چند باقی میمونه؟ 12. 5 پایی میکنم یک صد تا میشه و صد تا 25 باقی مون اعشار میدم صفر. 200 تا 200 تا میمونه 50. یک صفر علاوه میکنم به جا اعشار 500. 500 تا 500 تا شد 31 اعشار 25. 31 اعشار 25 چند فیصد؟ 1 فیصد. چمشون تقسیمه؟ 100 کردم. 31 اعشار 25 ضرب 4 میکنم اگه 125 شد درسته. ضرب 4 4 5 تا 20 حاصل از 2 4 2 8 8 2 10 حاصل از 1 4 1 به 4 1 میشه 5 4 3 12. چند خانه اعشار دارم؟ 1 2 یعنی 1 2 چند شد؟ 125 افغانی شد. الان بر از اعشار که صفر باشه من اهمیت نداره. شد چند؟ 125 افغانی شد. پس سوال از طریق چی کار کردیم؟ از طریق تناسب کار کردیم. 4 فیصد همین مبلغ ما 125 افغانی. خب 100 فیصد این مبلغ چند افغانی میشه؟ میبینیم افغانی زیر افغانی، فیصد زیر فیصد. مگر تمام واحدهای هم جنس زیر هم نوشته بشه در تناسب که قبلا این گپ رو گفتیم ما. خب طرف این وسط این 100 ضرب 125 تقسیم 4. 1 4 به 4 25 4 تا 100 تا. 25 ضرب 125 میشه 3125 افغانی. پس به این نتیجه میرسیم که 4 فیصد 3125 افغانی میشه چند؟ 125 افغانی میشه. برای امتحانی همیشه گفت میگم چیکار میکنیم؟ میریم مبلغی که به دست میاد یا مقدار کل تقسیم 100 میکنیم که 1 فیصد به وجود بیاید. زمانی که 1 فیصد به دست اومد همین 1 فیصد ضرب چی میکنم؟ خود فیصدی میکنم. یعنی چی؟ یعنی 31 اعشاریه 25 ضرب 4 میکنم. اگر مبلغ جزء برای میاد یک جواب ما درسته. این کار کردو ببینید 125 به جواب برای میاد پس ببینید جواب ما کاملا درسته. یک طریق برای چی بود؟ از این طریقی بود از طریق تناسب. حالا چون از من مقدار کل میخواهه بخاطر این
4 فیصد منه میسون چی؟ صد بر 4. 4 فیصد که به کسر تبدیل بکنم چی میشه؟ میشه 4 بر 100، درسته؟ 4 به صورت علامه فیصد هم به مخرج که 100. اما چون کل از جزء مایه، جزء برم داده از روی همین جزء کل نمایه، به اینجا موضوع چی میشه؟ برعکس میشه. چند دفعه گفتم بخاطر از اینکه ما کل پیدا بکنیم برعکس کار میکنیم. 100 بر 4 ضرب جزء سوال میکنم، جزء است 125. خب بازم اگر اینجا اختصار بکنم، 1 4 به 4 25 4 تا میشه 100 و میشه 100 تا. 25 ضرب 125 بکنم بازم میشه 3125 افغانی. پس بخاطر از اینکه کل پیدا بکنیم فرمول داشتیم که معکوس فیصد ضرب جزء، بخاطر اینکه کل پیدا بکنیم معکوس فیصد ضرب جزء، معکوس فیصد ضرب جزء که بازم عین جواب میده. از طریق فرمول هم همین سوال دارم کار میکنم. فرمول که هسته گفته 4 فیصد، یعنی این یا فیصدی ما هسته 4. چند افغانی؟ مبلغ 125 افغانی میشه. 125 جزء امانه میشه 125. آی 125 از من اثر خواسته، مقدار کل خواسته. خب مقدار کل هم خاطر که پیدا بکنم فرمول داشتیم 100 بر اس مساوی شد به این بر آی. اینا رو هر دم تکرار میکنم که خب توجه کنیم چی رقم پیدا میکنم. من به خاطر اینکه اس پیدا بکنم طرفین و وسطین 100 ضرب آی تقسیم روبر اس چنده؟ این. خب پس اس مساوی میشه به 100 ضرب آی بر این. قیمت گذاری میکنیم دیگه، از این به بعد آسونه. اس مساوی میشه به 100 ضرب آی مقدار جزء ما است 125 تقسیم این یا فیصدی هست 4. خب بازم 1 4 به 4 25 4 تا 100 تا 25 ضرب 125 3125 افغانی. ببینیم پس از هر سه طریق کار کردم، روش تناسب، روش فرمول و روش فرمولی که خود ما جور کردیم موضوع، از هر سه روش کردم بازم این جواب برای ما دادک. تمام سوالاتی که به اینجا من نوشتم بگر از دو سوال آخر، یعنی سوال 12، 13، 14 و 15، به این 4 سوال فقط قیمت کل پیدا میکنیم که شما خوب ماهر بشین و مهارت پیدا کنیم به پیدا کردن چی؟ قیمت کل. مثال 14 هم گفته شده که اگر 6 فیصد یک سرمایه بین جزء برمون داده، جزء چنده؟ 6 فیصده. از 100 فیصد 6 فیصد داده، پس میشه جزء ما. گفته شده اگر 6 فیصد یک سرمایه مبلغ 120 افغانی شده باشد، پس یک 6 فیصده داریم، یک 120 افغانی داریم. اصل سرمایه چند افغانی بوده است؟ اصل سرمایه یعنی چی؟ یعنی مقدار کل از ما خواسته. اگر 6 فیصد یک سرمایه 120 افغانی باشه، مقدار کل یا اصل سرمایه پیدا کنیم. خب کل ما مساوی میشه به معکوس فیصد. 6 فیصد میشه 6 بر 100، معکوس میشه 100 بر 6 ضرب مقدار جزء ما 120. 1 6 به 6 2 6 12 0، 2 ضرب 1 میشه 2، 2 تا 0 100 داره، 1 0 هم 20 داره، میشه چند؟ 2000 افغانی. پس اگه 6 فیصد یک سرمایه 120 افغانی باشه، خود همون سرمایه یا مقدار کل سرمایه چنده؟ 2000 افغانیه. بازم برای امتحانیو 2000 افغانی تقسیم چند بکنم که 1 فیصد به وجود بیاد؟ تقسیم 100 میکنم. 200 تا میشه 200 تا، 1 صفر باقی مونده به خارج قسمت میشه 20. 20 هست 1 فیصد. گفتم که همین فیصدی، همین 1 فیصدی که به وجود اومد بریم ضرب فیصدی که داخل سواله میکنیم. 20 ضرب 6 فیصد میشه چنده؟ 120 افغانی میشه. میدیم مقدار جزء داره ما دادک. پس میگه سوال ما چیه؟ درسته. شما میتونیم از طریق تناسب هم کار بکنیم، از طریق فرمول هم کار بکنیم، بازم این جواب به دست میاد. 6 فیصد میشه این ما 120 افغانی، چون جزء میشه آی ما، اس از ما خواسته که فرمول اس هم چند سال قبل با هم کار کردیم. و اگر از طریق تناسب کار بکنیم، فیصد زیر فیصد، پول زیر پول، 6 فیصد شده چنده؟ 120 افغانی. حالا از ما 100 فیصد ماهی، 100 فیصد یا x. خب بازم 100 ضرب 120 تقسیم چند؟ 6. 1 6 به 6 2 6 12 0، 20 ضرب 100 هم میشه چند؟ 2000 افغانی میشه. میدیم پس
بهترین روش چیه؟ روش تناسبه. چون از روش تناسب شما نیاز به فرمول نداریم، فقط باید کمیتا همجنس زیر هم بنویسیم و سوال کار بکنیم. بتونم این معکوس هم بنویسم، یعنی بگم که 120 افغانی میشه چنده؟ 6 فیصد. خب برای 100 فیصد به x 100 ضرب 120 علی 100 ضرب 120 تقسیم روبر x چنده؟ 6. تقسیم 6. در تناسب شما بتونیم کمیتا جایی رو تغییر بدیم، اما به یک شرط. شرط چیه؟ شرط اینه که کمیت های همجنس باید زیر پای همدیگر نوشته باشن. اگر زیر پای همدیگر بودن مشکل نداره که جایی رو تغییر بدیم. ببینیم به اینجا به یک قسمت تا یک قسمت من تناسب به دو روش کار بدم، اما این روش معکوس چی؟ این روشه. ببینیم به این روش فیصد اول، به این روش فیصد با آخره معکوس شده. سوال 15 هم گفته شده که سوال جالبیه، گفته عدد 14 چند فیصد عدد 56 میباشد؟ عدد 14 چند فیصد عدد 56 میباشد؟ از ما چی خواسته؟ فیصدی خواسته. خب برای پیدا کردن فیصدی چه کار میکردیم؟ کل یعنی چند؟ یعنی 56 در ضرب فیصد میکردیم. فیصد به اینجاگاه نامعلوم، زمانی که نامعلوم باشه میشه x بر چی؟ بر 100. x بر 100. چرا x بر 100 میکنم؟ قبلا گفتم اگه خواسته باشم من 2 فیصد به شکل کسر بنویسم میشه 2 بر به جا فیصد بنویسم به مخرج 100. مخرج به 100 هسته، اما صورت یا فیصدی من نامعلوم هنوزه، خاطر این x میگذارم. مثلا میشه به چند؟ 14. چند فیصد 14 مثل میشه به چی؟ 56. به این ترتیب شما میتونیم چی بکنیم؟ کار بکنیم، یعنی بگیریم مقدار کل ضرب فیصدی نامعلوم بکنیم، مثل به چی بکنیم؟ به جزء سوال بکنیم در همچون موارده. خب اگه اینا متوجه باشیم 56 ضرب x میشه 56 دونه x بر مخرج داره، مخرج یک یک ضرب 100 میشه 100، مساوی میشه به 14. 14 مخرج داره، مخرج رو یک ضرب کسرهای همه که با هم خواهدیم دیگه، صورت در صورت، مخرج در مخرج. حالا که شد چی؟ طرفین رو بسطه این تا قیمت x پیدا بشه. 56 تونه x ضرب 1 میشه 56 تونه x مساویه به 100 ضرب 14. اطراف تقسیم ضریب مجهول میکنم. ضریب مجهول یعنی چی؟ یعنی همون عدده که پیش مجهوله. پیش مجهول یعنی x کجا داره؟ 56. اطرافه یعنی این طرف و این طرفه تقسیم همین مجهول میکنم، ضریب مجهول. خب 56 با 56 تمام شد. اختصار میکنم به سر 7. 14 تقسیم 7 2، 56 تقسیم 7 8، 8 7 تا 56 تا، 1 2 تا 2 تا، 4 2 تا 8 تا، 1 4 تا به 4 تا، 25 4 تا به 100 تا. پس جواب چند شد؟ 25. خب پس جواب سوال چیه؟ جواب اینه که عدد 14 25 فیصد عدد چیه؟ 56 هسته. 14 چند فیصد 56؟ 25 فیصد. برای امتحانی رو 56 تا بگیریم تقسیم 100 بکنیم که یک فیصدی به وجود بیاید. صفر و اشار میدم صفر، 500 تا میشه 500 تا، 60 باقی میمونه، بازم صفر، 600 تا میشه 600 تا. چند شد؟ صفر اشار 56. این ضرب فیصدی که به دست آورده میکنم، ضرب چی؟ ضرب 14. صفر اشار 56 ضرب 14 باشیم ضرب فیصدی ها یعنی 25. 5 6 تا 30 تا حاصل از 3، 5 5 25 و 3 28 حاصل از 2، 5 0 0 1 2 هم داشتیم، 2 6 تا 12 تا حاصل از 1، 2 5 به 10 و 1 11 حاصل از 1، 2 0 هم به 0 یم 1، 0 0 4 1. چند خانه اشار دارم؟ 1 2 2 خانه. الان دو خانه جدا کردم شد چند؟ 14 شد. میریم پس جواب 14 بریم؟ دادک مقدار جزء برمه دادک.
پس میگم جواب که کار کردم کاملا درسته. پس بخاطر از اینکه ما بگیریم فیصد رو پیدا بکنیم در سوالات، یک قانون خیلی کوتاهه. چیکار میکنیم؟ مقدار کل ما که داخل سوال گم داده شده، گفته عدد 14 چند فیصد عدد 56 ته. کل ببریم داده 56 ته داده. گفته شما بگیم که از این 56 14 و چند فیصد میشه. خب بگیریم مقدار کل ضرب فیصد بکنیم. فیصد ما چون که مجهوله میشه x بر 100. مساوی کردیم به جزء ما. مساوی به چی؟ به 14. صورت در صورت، مخرج در مخرج ضرب میشه، یک تناسب جور میشه، طرفین رو وسطین نکنیم، جواب به دست میاد که جواب چند شد؟ 25 شد. که امتحان هم کردیم بازم درست. مثال 16 هم گفته شده که قیمت یک موتر که 5000 دلار می باشد به مبلغ 4500 دلار فروخته میشه. گفته شده که قیمت یک موتر که 5000 دلار می باشد، قیمت موتر به ما داده، قیمت کل داده چی؟ 5000 دلار. پس 5000 دلار میشه چی؟ 100 فیصد همین قیمت موتر به مبلغ 4500 دلار فروخته میشه. 4500 دلار فروخته میشه. فیصدی تخفیف، زیر فیصدی مجهول. خب بعد زمانی که 5000 دلار 100 فیصد قیمت موتر باشه، 4500 دلار چند فیصدی میشه؟ ما اول تخفیف پیدا نمی‌کنیم. اول چی پیدا می‌کنیم؟ اول این پیدا می‌کنیم که زمانی که 5000 دلار 100 فیصد قیمت موتر باشه، پس 4500 دلار چند فیصد میشه؟ اول فیصدی 4500 رو پیدا میکنیم، بعد تخفیف پیدا میکنیم. خب بهترین کار چیه؟ طرفین رو وسطین. قبل از اینکه طرفین وسطین کنم، یا چما در تناسب گفتم ما حق داریم که جاها رو عوض بکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگم 100 فیصد پول اگر باشه 5000 دلار، پس 4500 دلار چند فیصد پول میشه؟ یعنی اینو کنیم، اینو کنیم. برای تو اگه توجه بکنیم، ای که معکوسه ای تناسب، در تناسب ما داریم که جار عوض بکنیم. خب 4500 ضرب 100 تقسیم چی؟ 5000. ای دو صفر با ای دو صفر تمام، ای صفر هم با ای صفر تمام. 1.5 دو 5 تا و 10 تا، 2.45 تا میشه 90 تا. چون فیصد رو بکار داریم، علاوه فیصد دارم نازیم. چند شد؟ 90 فیصد شد. پس 5000 دلار 100 فیصد پول مانه، 4500 دلار که خریدیم چند دیگه 90 فیصد پول مانه. حالا که خاطر دیگه تخفیف پیدا بکنم، میرم چی میکنم؟ اصل قیمت این 100 فیصد منفیه. قیمتی که خریدم میرم 90 فیصد میکنم، تخفیف به دست میاد. میشه چند؟ 10 فیصد میشه. پس موتر که 5000 دلار قیمتونه، اگر رو به 4500 دلار بخریم یا بفروشیم، 10 فیصد چرا کردیم؟ تخفیف دادیم. اگر بفروشیم 10 فیصد تخفیف دادیم، اگر بخریم 10 فیصد تخفیف گرفتیم. هیچ تفاوتی نداره. سوال 17 گفته شده که قالینی با 15 فیصد تخفیف به مبلغ 6000 افغانی فروخته میشه. قیمت اصلی قالین گفته شما چی بکنیم؟ پیدا بکنیم. مقدار کل را از ما خواسته. این سوال با این سوال تفاوت داره. در این سوال که اصل قیمت اصلی را برای ما داد، قیمت کل را ما داد، قیمتی که تخفیف داده شده او را برای ما داد، فقط از ما چی خواست؟ فیصدی تخفیف خواست. ولی به اینجا که هست، فیصدی تخفیف را داده، پول برای ما داده، قیمت اصلی را از ما خواسته. برای از اینکه سوال کار بکنم، میتونم بنویسم 100 فیصد پول ما هست 6000 افغانی، باز بنویسم به اینجا 15 فیصدی و چند افغانی میشه؟ شما فکر کنید میشه این کار؟ نه. چرا نمیشه؟ چون که خود سوال گفته قالینی با 15 فیصد تخفیف شده 6000 افغانی. یعنی 6000 افغانی قالینی که در 15 فیصد تخفیف آمده. یعنی چی؟ یعنی 100 از 100 فیصد اگر این منفی 15 فیصد بکنم، مساوی میشه به چند؟ به 85 فیصد میشه. 85 فیصد. پس 6000 افغانی چند فیصد پول مانه؟ 85 فیصد پول مانه.
100% پول ما نیه، 100% پول از ما خواسته، گفته قیمت اصلی پیدا بکنیم. قیمت اصلی یا قیمت کل میشه چیه؟ 100% ما. پس اگر میگیم 85% پول قاریم شده باشه 6000 افغانی، 100% پول قاریم چند میشه؟ حالا یک سوال کار میکنیم. بالا دوباره میگم خوب متوجه باشین، گفته قالین با 15% تخفیف به مبلغ 6000 افغانی فروخته میشه تا همینجا. یعنی چی؟ یعنی همین قالین که روی 15% تخفیف آمده شده 6000 افغانی. پس 6000 افغانی 15% نیه. برای 100% قیمت کل قالین منفیه، 15% تخفیف بکنیم میشه 85%. حالا 85% چیه؟ قیمت 6000. همین 6000 چنده 85%. مثل سوال قبلی که میمونن 4500 فیصدی رو پیدا میکنیم، حالا کم 6000 افغانی فیصدی رو پیدا کنیم شد 85% شد. اگر 85% پس بشه 6000 افغانی، 100% چنده میشه؟ طرف های مثل تنید 100 ضرب 6000 افغانی تقسیم چی؟ 85. مثلا 5 اختصار میشم، 1 5 و 5 3 میمونه 7 5 35. به سر 5 25 تا 100 تا. خب دیگه ببینیم قابل اختصار است یا نه. 20 ضرب 6000 کنیم 26 تا 12 تا، 100 تا 0 6000 داره، 1 0 هم 20 داره، این 4 تا تقسیم 17 چند شد؟ شد 120000 بر 17. این هم بگیریم تقسیم بکنیم، 120000 تقسیم 17. خب که اگر 120000 تقسیم 17 بکنیم میشه 7058 افغانی، که البته اشاره میای اما اشاره مد نظر نمیگیریم. پس نتیجه گیری میکنیم که قالینی با 15% تخفیف به این مبلغ فروخته شده، قیمت اصلی چندی بوده؟ بوده 7058 افغانی بوده. یعنی 100% پول ما بوده 7058 افغانی که 15% فروشنده رفته تخفیف داده، شده قیمت چنده؟ 6000 افغانی شده. البته جوابی که به دست آوردیم اشاری هم داره، چند خانه اشار هم داره، چون اگر امتحان بکنیم چند جواب به دست نیاد، اما خانه اشار رو باید حساب بکنیم. پس تا اینجا ما 17 مثال از بخش فیصد با هم کار کردیم. جز چی رقم جز از کل پیدا کنیم، کل از جز پیدا بکنیم، چی رقم فیصدی پیدا بکنیم، مثال های گوناگون تا الان کار شد. امیدوارم خسته نشدم. مثال 18 گفته شده که تاجری هویلی یا خانه به مبلغ 2 لک افغانی خریده و با 25% مفاد میفروشه. قیمت فروش رو گفته شما پیدا بکنید. اول که باید بفهمید قیمت کل داخل از یه هست یا نه. تاجر یک هویلی داره، یک خانه داره به مبلغ 2 لک افغانی خریده. 2 لک افغانی بخریده این خانه خود. پس 100% پول هست 200000 افغانی. حالا اگه همین تاجر همین خانه خور که به 2 لک افغانی یا 100% پول خریده با 25% مفاد میفروشه. مفاد گفت. زمانی که مفاد گفت همیشه 100 جمع مفاد بکنیم. 100 جمع مفاد یعنی 25 میشه 125%. حالا میگه که سوال میگه که اگر با 25% مفاد بفروشه قیمت فروش رو پیدا بکنیم. قیمت فروش X. پس اگر گفت مفاد میکنه فیصدی جمع مفاد کنیم. اگر گفت ضرر میکنه فیصدی منفیه ضرر بکنیم. خب چون گفته مفاد میکنه پس فیصدی جمع مفاد میشه 125%. اگر 2 لک افغانی 100% قیمت خانه باشه پس 125% یو چند میشه؟ خب طرفین و وسطین 125 ضرب 200000 تقسیم چند؟ تقسیم 100. بازم اختصار میکنیم، این دو صفر با این دو صفر چی میشه؟ تمام میشه. میمونه 2000 ضرب 125. 25 تا میشه 10 تا صفر حاصل از 1. 2 2 به 4 و 1 5. 2 1 هم به 2 شد 250. چند صفر داریم؟ 1 2 3
یک دو سه افغانی. پس جواب چند میشه؟ میشه 250,000 افغانی میشه. پس خانه که قیمت او 2,00,000 افغانی هسته، اگر با 25 افغانی باشم، اگر با 25% مفاد بفروشیم میشه چندی؟ 2,50,000 یا 250,000 افغانی. یک طریق برای کار کردن یا طریق بعدی صد فیصد پول ما هست چنده؟ 200,000 افغانی. یا برعک 200,000 صد فیصد پول ما هست، فرق نمی کنه، فقط باید کمیت همجنس زیر همدیگر نوشته بشه. حالا 25% یا چند میشه؟ X. من جواب نه اون مفادر پیدا بکنم، چون سوال گفته شما قیمت فروش رو پیدا بکنید. باشه قیمت فروش رو گفته شما پیدا بکنید، من قیمت فروش رو اینجا پیدا نمیکنم. من جواب ما بفهمم 25% پول چند میشه. از این 2,00,000 افغانی 25% رو چند میشه. ما فقط همین 2,00,000 افغانی 25% رو پیدا بکنم، قیمت فروش حالا پیدا نمیکنم. 25 ضرب 200,000 تقسیم 100. 20 با 20 چی میشه؟ تمام میشه. خب شد 25 ضرب 2,000. 25 ضرب 2,000 رو کنیم 25 ضرب 2 میشه 50. 100 تا صفر هم داریم، 1 2 3، 50,000 افغانی. حالا این 50,000 افغانی که من به دست آوردم قیمت فروش دیگه نیه، این 50,000 افغانی 25% مفاد ده، چون گفته تاجر ما با 25% مفاد بفروشه. خب همین 25% مفاد چنده؟ 50,000 افغانیه. حالا قیمت اصلی خانه بود 200,000، جمع قیمت مفاد که تاجر در نظر گرفته 25% میشه 50,000 که مساوی میشه به 250,000 افغانی. پس به این سوال ما دو روش داشتیم. روش اولی بود که درجا بریم بفهمیم که 125% چند میشه. روش دوم، اول بریم 25% رو پیدا بکنیم، 25% که پیدا شد باز جمع مقدار کل همین مبلغ یا قیمتی که برای خانه گذاشته شده میکنیم، که این کار کردیم شد 2,50,000 یا 250,000 افغانی. سوال 19 گفته شخصی 45,000 افغانی در بانک گذاشته، بعد از مدت 900 افغانی مفاد کرده. این از 45,000 افغانی بعد از مدت 900 افغانی چی کرده؟ مفاد کرده. شخص مذکور از سرمایه اصلی خود چند فیصد مفاد گرفته؟ خود سوال گفته شخص مذکور از سرمایه اصلی خود، این از 45,000 افغانی چند فیصد مفاد گرفته؟ یعنی 900 افغانی چند فیصد میشه؟ این گفته پیدا بکنید. اگر 45,000 افغانی 100% پول باشه، در صورتی که از 45,000 افغانی 900 افغانی فایده به دست آمده باشه، همین 900 افغانی چند فیصد میشه؟ شما میتونیم یک تناسبت به چند طریق تحلیل بکنیم. برسوال تحلیل تناسب تفاوت داره. اگر 45,000 افغانی 100% پول می باشه، در صورتی که 900 افغانی به دست آمده باشه، از این 45,000 افغانی همین 900 افغانی چند فیصد پول میشه؟ چرا گفتم فیصد؟ چون فیصد زیر فیصد دیگه، پول زیر پول. حالا اگر من بیام بنویسم 100 بر x مساوی به 45,000 بر 900 افغانی، تفاوت داره؟ نه، امکان جابجایی در تناسب ما داره. چرا؟ 100 ضرب 900 میشه 100 ضرب 900 تقسیم 45,000، بازم تقسیم 45,000، هیچ تفاوتی نداره. طرف این رو وسطه این میکنیم دیگه، 900 ضرب 100 تقسیم روبر ایکس هسته 45,000. 20 با 20 تمام، 10 هم با 10 تمام. 90 تقسیم 45 چند میشه؟ 2. دو چی؟ چون فیصد به کار داریم، علامه فیصد 2%. پس جواب چند میشه؟ 2%. پس اگر شخصی بره داخل بانک 45,000 افغانی پول بگذاره، بعد از مدت 900 افغانی به فایده برسه، همین 900 افغانی چند فیصد پولی میشه؟ 2% از کل پولی میشه. 2% از سرمایه اصلی و از سرمایه اصلی چی میشه؟ فایده ای که به دست آورده. برای امتحانی رو بازم میگم 1% بریم پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی 45,000 تقسیم 100 بکنیم که 1% به دست بیاریم. 2 صفر با 2 صفر تمام میشه 450.
450 رو ضرب به جواب بکنیم باید جزء جزء برای ما بده. 450 ضرب 2 بکنم 900 میشه. 900 جزء سوال ماست یا نه؟ بله. 45 کل 900 جزء سوال مونه. الان جزء برای ما داد. سوال 20 خیلی سوال جالبیه. گفته شده که در امتحان کانکور از جمله 320 نفر فارغ التحصیل لیسه حبیبیه 256 نفر کاناب و از جمله 400 نفر فارغ التحصیل لیسه شیرشاه سوری به تعداد 300 نفر کاناب گردیده اند. گفته می توانید که کدام یک از مکاتب نام برده در امتحان بیشتر موفق بودند یک سال و فیصدی کامیابی شاگردان هم دریافت نمایی. پس داخل این متن سخت ما دو سوال گنجانیده شده. سوال اول گفته شده که در امتحان کانکور از جمله 320 نفر فارغ التحصیل لیسه حبیبیه، این لیسه حبیبیه فارغ التحصیل های چند تا بوده؟ 320 نفر. پس این می‌نویسم فارغ التحصیل. خب 320 نفر چند فیصد فارغ التحصیل؟ 100 فیصد. خود گفته از جمله 320 نفر کل 320 نفر گفته، پس میشه 100 فیصد. حالا از جمله 320 نفر 256 نفر کامیاب شدن، فارغ التحصیل زیر فارغ التحصیل کامیاب شدن. حالا گفته شما بگید یک فیصدی هر کدوم رو پیدا بکنید. فیصدی کامیابی این مثال گفته شده که لیسه شیرشاه سوری، در لیسه شیرشاه سوری از جمله 400 نفر، یعنی اگر 400 نفر اینا باشه 100 فیصد 300 نفر کامیاب شده، پس 300 نفر چند فیصد کامیاب بشه؟ دوباره میگم متوجه سوال باشیم، سوال خیلی راحته. گفته در امتحان کانکور از جمله 320 نفر، یعنی 320 نفر 100 فیصد کامیاب شدن، یعنی یا 100 فیصد همین فارغ التحصیل چند نفر؟ 320 نفر. فرق نمیکنه، جابجا کنیم. از جمله 320 نفر 256 نفر کامیاب شده. حالا گفته شما بگیریم چیکار کنیم؟ فیصدی کامیابی پیدا بکنیم. پس فیصدی به این قسمت x. طرفین رو وسط این نمیم. 256 ضرب 100 256 ضرب 100 تقسیم روبروی x هسته 320. صفر با صفر تمام. یک سی دوتا سی دوتا هشت سی دوتا میشه 256 تا. 8 دوتا 16 تا حاصل از یک. 8 24 یک هم 25. 8 ضرب 10 مثل چند؟ 80 فیصد. فیصد از کجا آوردم؟ چون زیر فیصد چیه؟ مجهوله. با فیصد هم پس علامه فیصد هم میندازم. این تعداد این مکتب رو فیصدی کامیابی رو پیدا میکنه. 300 ضرب 100 تقسیم روبروی x هسته 400. دو صفر با دو صفر تمام شد. یک چهار به چهار 25 14 100 تا. 25 ضرب 3 میشه 75. x بالا سر چی؟ فیصد. پس فیصد. حالا که ما اینجا چی پیدا کردیم؟ از ما گفته فیصدی کامیابی شاگردان را دریافت نمایید. خب فیصدی کامیابی با لیسه و بی هست 80 فیصد، فیصدی کامیابی لیسه شیرشاه سوری هست 75 فیصد. این جزء اول سوال. جزء بعدی گفته بگیم که از جمله مکاتب نام برده در امتحان بیشتر کدوم مکتب بیشتر موفق بوده؟ خب طبیعتاً همون مکتب بیشتر موفق که فیصدی کامیابی چی باشه؟ بیشتر باشه. کدوم مکتب فیصدی کامیابی بیشتره؟ لیسه حبیبیه. چند فیصد؟ 80 فیصد. پس بگیم لیسه حبیبیه فیصدی کامیابی بیشتره. چند فیصد؟ 80 فیصد. یعنی لیسه حبیبیه در مرتبه اول قرار داره، یعنی اول شده، و لیسه شیرشاه سوری چندم شده؟ دوم شده. پس سوال چی رقم کار کردیم؟ 320 نفر 100 فیصد کامیاب مونن داشتیم، 320 نفر 100 فیصد شاگردان مونن، از 320 نفر 256 نفر کامیاب شده، یعنی فارغ التحصیل شده. همین 256 نفر چند فیصد میشه؟ فیصدی پیدا کردیم. 400 نفر کل شاگردان مونه، از این 400 نفر 300 نفر فارغ التحصیل شده، یعنی کامیاب شده. همین 300 نفری که کامیاب شده یا فارغ التحصیل شده چند فیصد ما میشه؟ طرفین واسطه میگیم فیصدی هر کدام پیدا کرد. تا اینجا پس سوال 20 یا مثال 20 درم کار کردیم. هنوز هم مثال های ادامه داره، ما فراموش نکنیم.
رسیدیم به مثال 21. گفته شده یک دکاندار در یک ماه دو مرتبه مال وارد نموده است. مرتبه اول به سرمایه 25,000 افغانی مبلغ 800 افغانی مفاد نموده و مرتبه دوم از سرمایه 10,000 افغانی مبلغ 330 افغانی مفاد کرده یا نموده است. مفاد دکاندار مذکور در کدام مرتبه نظر به سرمایه بیشتر بوده دریافت کنید. مثل سوال قبلی که با هم کار کردیم یه هم اینه همون سوال. یعنی چی؟ یعنی ما باید اول بریم بفهمیم که از سرمایه 25,000 افغانی 800 افغانی مفاد کرده. یعنی بعد اول بفهمیم که 800 افغانی چند فیصد همی سرمایه میشه. برای از این بار بیم مرحله دوم بفهمیم که از 10,000 افغانی که 330 افغانی مفاد کرده 330 افغانی چند فیصد همی سرمایه میشه. برای از این بار از آخر هم چی کنیم مقایسه کنیم. بعضی سوال در دو مرتبه مثل سوال قبلی کار میشه. 25,000 افغانی 100 فیصد پول همی نفره یا همی دکانداره. از 25,000 افغانی 800 افغانی چی کرده؟ مفاد کرده. خب پس این مفاد که کرده چند فیصد میشه؟ همی x. این کنیت همجنس زیر پای هم دیگر نوشتم. پول زیر پول، فیصد زیر فیصد. 25,000 افغانی 100 فیصد پول همی دکانداره که رفته به مرتبه اول معامله کرده. از این 25,000 افغانی 800 افغانی فایده کرده. حالا این 800 افغانی چند فیصد میشه؟ خب طرف این وسط این 800 ضرب 100 تقسیم چند؟ 25,000. یک صفر با یک صفر، یک صفر با یک صفر تمام میشه. این صفر با این صفر تمام. چند موند؟ 80 بر 25 که به سر 5 قابل اختصاره. 5 5 25 1 5 تا 5 تا 6 5 تا 30 تا میشه 16 بر 5. که اگر 16 هم تقسیم 5 بکنیم میشه 3.2. 3.2 چی؟ فیصد. چون به زیر فیصد x داریم پس فیصد هم لازم داریم. بعد هم میگیریم من امتحان میکنیم شما تقسیم 5 3 5 تا 15 تا 1 میمونه 10 میدم 0 2 5 تا 10 تا 3.2. پس این چی شد؟ این شد مرتبه اول معامله مرتبه اول. حالا اگه بگیم معامله مرتبه دوم ببینیم چرا به دو مرحله کار میکنیم؟ چون که گفته مفاد دکاندار مذکور در کدام مرتبه نظر به سرمایه بیشتره. به اینجا کار یک دفعه سرمایه بوده 25,000 یک دفعه بوده سرمایه 10,000. ما باید از هر دو سرمایه بفهمیم که مفاد نفر چند فیصد بوده. و مرتبه دوم پول شخص بوده 10,000 افغانی. یعنی 10,000 افغانی بوده کل پولی، یعنی 100 فیصد پولی بوده. از این 10,000 افغانی 330 افغانی مفاد کرده. حالا که همین 330 افغانی چند فیصد میشه؟ فرق نمیکنه که شما بگیم 100 فیصد پول میشه 10,000 افغانی، 330 افغانی چند فیصد میشه. اگه معکوس هم این کار رو بکنیم مشکل نداره. بعد هم طرف این رو بسطه می کنیم. 330 ضرب 100 تقسیم به بر ایکس هسته 10,000. در کل 3 صفر به بالا داریم، 4 صفر به پایی داریم. 3 صفر بالا و بین با هم تمام می کنیم. این حالا چند؟ 31 بر 10 داشتیم 33 بر 10. 33 ضرب میشه 33 بر 10. فقط این هم تقسیم بکنیم میشه 3.3. 3.3 چی؟ فیصد. خب حالا نگاه کنیم. در مرتبه اول فایده همین دکاندار بوده 3.2 فیصد. در مرتبه دوم فایده همین دکاندار بوده 3.3 فیصد. خب در کدام مرتبه فایده بیشتر بوده؟ در مرتبه دوم. چرا؟ چون 3.3 فیصد. میبینیم این سوال هم این سوال قبل کار میشه. بخاطر از این سوال کار کردم که اگر سوال قبلی نفهمیدیم این سوال اگر فهمیده باشیم این سوال هم چکار میکنیم؟ شما درک بیشتر میکنیم. این بود از مثال 21 که به این راحتی کار شد. پس اگر دو سرمایه با دو مفاد برشان داده شد و گفت که کدام یک مفاد فیصدی مفاد کدام یک بیشتره، بگیریم هر دو سرمایه با دو مفاد در تناسب تشکیل بدیم و مفاد اینو به فیصدی پیدا بکنیم. سوال بعدی گفته شده که رحیم در مضمون ریاضی از 75 نمره، یعنی 75 نمره نمره چیه؟ کامله. 75 نمره 100 فیصد نمره ماله.
و این در مجموع ریاضی از 75 نمره 60 نمره گرفته. فیصدی نمره رحیم در مجموع ریاضی رو به دست آورید. یعنی چی؟ یعنی 75 نمره هست 100 فیصد همین نمره. یعنی مجموع ریاضی 100 فیصد نمره هست 75. یعنی نمره بالا بالای هست 75. از این 75 نمره آقای رحیم رفته 60 و داشتیم 60 نمره گرفته. پس 60 نمره چند فیصد میشه؟ پس این شد نمره، یعنی شد فیصدی نمره. پس مجموع ریاضی 75 نمره داره، 75 نمره میشه 100 فیصد همون نمره. یعنی مجموع ریاضی نمره بالای 75، 60 نمره رحیم رفته از 75 60 نمره گرفته. حالا گفته شده که بگیم شما همین 60 نمره چند فیصد میشه، از 10 فیصد چند میشه. ما این ببینیم که شما تناسب تشکیل بدیم که این تشکیل داره. این نمره زیر نمره، فیصد زیر فیصد. 60 ضرب 100 تقسیم چند؟ 75. به سر 5 هم 60 به 75 اختصار میشه، هم 100 به 75 اختصار میشه. اول از 60 شروع میکنم. 7 تقسیم 5 1 میخوره، 5 5 تا 25 تا، 12 5 تا 60 تا، 100 با 15 به سر 5 اختصار میشه، 15 تقسیم 3 5، 100 تقسیم 5 2 0. بازم به سر 5 1 5 5 4 5 تا 20 تا، 4 ضرب 12 میشه چند؟ 48. 48 چی؟ فیصد. پس اگر رحیم از 75 نمره ریاضی 60 نمره گرفته باشه، این 60 نمره رو چنده؟ 48 فیصد مزدور کل نمره. جواب پس شد 48 فیصد. طرفین رو وسطین میکنیم، 60 ضرب 100 تقسیم 75. هر سه عدد به سر 5 اختصار میشه. اول 60 که 75 اختصار میکنه، 75 تقسیم 5 15، 60 تقسیم 5 12. حالا 12 و 15 به سر 3 اختصار میشه، 15 تقسیم 3 5، 12 تقسیم 3 4، 1 5 به 5 25 تا میشه 100 تا، 20 ضرب 4 میشه چند؟ 80. 80 چی؟ چون ما فیصد لازم داریم دیگه، نه خانه ها فیصده، پس فیصد رو میدازم 80 فیصد. پس اگر نمره ریاضی باشه 75 نمره، نمره کاملی باشه 75 نمره، 60 نمره اگر کسی گرفته باشه 60 نمره میشه چند؟ 80 فیصد میشه. فقط بازم میگم مهمترین بحث در مورد فیصد تشکیل تناسبه. مثال 23 گفته شده که در مرکب سودیم هایدروکساید 57.5 فیصد تناس سودیمه. مقدار سودیم را در 200 گرام سودیم هایدروکساید دریابید. از 100 فیصد سودیم هایدروکساید 57.5 فیصد چیه؟ تنها سودیمه. از 100 فیصد کل این مرکب 57.5 فیصد یا سودیم فقط. حالا چی گفته؟ گفته مقدار سودیم را در 200 گرام سودیم هایدروکساید پیدا کنید. 200 گرام X یعنی مرکب ما سودیم هایدروکساید در 200 گرام، 200 گرام سودیم هایدروکساید روبرو 57.5 فیصد سودیم X. مقدار سودیم ما در چی پیدا کنیم؟ در 200 گرام ما پیدا کنیم. بازم فیصد زیر فیصد، گرام زیر گرام. خب طرفین رو وسط این میکنیم، کار راحتی. 57.5 ضرب 200 تقسیم 100. اولین کاری که میکنم، چون در حالت ضرب قرار داره، میتونم یک صفر با این خانه اشار که به سمت راست میارم از بین ببرم. دومین کاری که میکنم، صفر بعدی با این صفر مخرج تمام میکنم. سومین کاری که میکنم، یک دوتا دوتا پنج دوتا ده تا. چهارمین کاری که میکنم، یک پنج پنج، یک پنج به پنج، یک پنج به پنج، پنج پنج تا، بیست و پنج تا. چند شد؟ 115 چی؟ گرام زیر گرام، گرام. پس جواب میشه 115 گرام. پس سوال اگر نگاه بکنیم، گفته شده که در مرکب سودیم هایدروکساید 57.5 فیصد تناس سودیمه. مقدار سودیم در 200 گرام سودیم هایدروکساید پیدا کنیم.
نگه سودیم هایدروکساید ما 200 گرام یا 100% باشه 115 گرام یا که سودیم تنها باشه مثل چند 55.5% بشه. مثال 24 گفته شده که در رگه امتحان 2500 نفر شامل شدن. تا اینجا چند نفر شد؟ 2500 نفر در یک امتحان 2500 نفر شامل شده، یعنی 100% کسایی که شامل شدن 2500 نفر. از جمله از 2500 نفر 2000 نفر کامیاب شده، 2000 نفر کامیاب شده. فقط گفته فیصدی شاگردان ناکام پیدا بکنید، نه کامیاب، ناکام رو پیدا بکنید. خب اول باید بریم بفهمیم که چند نفر ناکام شده. از 2500 نفر 2000 نفر کامیاب شده. زمانی که 2500 منفی 2000 بکنیم، باقی مانده این 500 نفر چیه؟ مقدار ناکامی های یا مقدار ناکام های. حالا میگم که 2500 نفر مست 100% شاگردان. از این 2500 نفر اگر 500 نفر ناکام بشه، 500 نفر ناکام، فیصدی رو چند میشه؟ 2500 نفر چیه؟ تعداد شاگردانه. 500 چیه؟ تعداد ناکام ها. حالا چی میگم؟ میگم 2500 نفر من 100% تعداد شاگردانه. اگر از این 2500 نفر 500 نفر ناکام بشه، فیصدی همین ناکام ها چند میشه؟ فیصد زیر فیصد، نفر زیر نفر. طرفین رو وسطین میکنیم، 500 ضرب 100 تقسیم چند؟ 2500. 20 با 20 تمام. به سر 5 25 تقسیم 5 5 1 5 به 5 تا 0 هم دارم. 1 5 به 5 2 5 به 10 0 شد چند؟ 20. 20 چی؟ چون فیصد هم آید پس فیصد. پس فیصدی شاگردان ناکام چند فیصده؟ 20 فیصده. 80% دیگه چیه؟ کامیاب داریم ما. خب بگیریم حالا برای امتحانی رو این سوال رو میتونیم به دو روش کار بکنیم. اولین روشی بوده که بریم فقط فیصدی ناکام ها پیدا بکنیم. روش دوم بریم فیصدی کامیاب ها پیدا کنیم، هرچی شد منفی کل فیصد بکنیم، فیصدی ناکام به دست میاریم. یعنی چی بسوم؟ 100% شاگرد ها هست چند؟ 2500 نفر. از این 2500 نفر چند نفر کامیاب شده؟ 2000 نفر. پس کامیابا چند فیصد میشه؟ گفتم فرق نمی کنه، این دو کس رو این نسبت بیارم به این طرف، هیچ تفاوت رو نداره. 100 ضرب 2000 تقسیم 2500، این دو صفر به دو صفر تمام. 1 25 25 4 25 تا 100 تا 4 ضرب 20 چند شد؟ 80 فیصد. یه 80 فیصد چیه؟ فیصدی کامیابا، چون 2000 نفر کامیاب شده بود دیگه. حالا از 100% شاگردا 80% کامیاب شده، یا که منفی بکنم میمونه 20%. 20% چیه؟ تعداد ناکام هاییه. پس اول میتونیم ما بریم 500 تا ناکام پیدا کنیم، بیاییم از فقط فیصدی 500 پیدا بکنیم، یا که میتونیم بریم 2000 تا کامیاب بریم بریم تناسب جور بکنیم، فیصدی رو پیدا بکنیم، از آخر 100% کل شاگردا منفیه، فیصدی کامیاب بکنیم، فیصدی ناکام چی میشه؟ پیدا میشه. مثال 25 گفته اگر عدد 276 عبارت از 23% عدد اصلی باشه. 276 23% عدد چی باشه؟ اصلی باشه. اصل عدد چنده؟ از ما چی خواسته؟ کل از ما خواسته. از ما کل خواسته. گفته اگر 276 23% عدد اصلی باشه، اصل عدد یعنی 100% عدد چند میشه؟ و میراحتی چی میکنیم؟ شما تناسب تشکیل میدیم. یا به این شکل میگم 23% عدد هست چند؟ 276. خب پس 100% عدد می x، جا به جایی در تناسب مشکل نداره، به شرطی که چی؟ همجنس باشن. 276 ضرب 100 تقسیم چند؟ تقسیم 23. بعد این رو اگه کار بکنم
276 ضرب 100 تقسیم 23 می‌بینیم عین همین چیز شد. بس این پاک می‌کنم همون تنها کار می‌کنم. یک 23 یک 23 4 می‌مونه 26 میشه 46 تقسیم 23 2 2 میشه 7 تا 46 تا 12 ضرب 100 هم چند میشه 1200 میشه. پس عدد اصلی میشم بوده 1200 عدد اصلی بوده. پس اگر به سوال بریم ما نگاه بکنیم اگر عدد 276 23% عدد اصلی باشه اصل عدد چنده؟ 1200. حالا بریم امتحانی رو 1200 اگر بگیرم تقسیم 100 بکنم 12 به دست میاد. 12 چیه؟ 1% همین 1% رو بگیرم ضرب 23 بکنم و 276 به من بده 23 ضرب 12 23 تا 6 تا 2 تا 4 تا 1 تا 3 تا 1 تا 2 تا 6 7 2 چند شد 270 تا 6 میگه 276 برای من داده. خب مثال 25 هم برمی ترتیب کار شد. بازم امیدوارم خسته نشده باشه. خب مثال 26 هم گفته اگر نفوس یک شهر سالانه، منظور سالانه یعنی اخیر سال، اخیر سال، اگر نفوس یک شهر سالانه یا در اخیر هر سال 15% یا 15% زیاد بشه و تعداد نفوس یک شهر در اخیر سال 1393 به 4738 نفر برسه، تعداد نفوس در شروع سال چند نفر خواهد بود؟ اولین موضوعی که باید شما تشخیص بدیم اینه که خود 4738 نفر آیا 100% نفوس مانه یا نه 115%؟ آیا باید این تشخیص بدیم؟ چرا 115 گفتم؟ چون گفتم 15% یا 15% چیه؟ زیاد میشه. زمانی که زیاد شد پس 100% کل دمی نفوس مانه دیگه. 15% هم زیاد شد میشه چند؟ 115% میشه. همیشه گفتم در بحث فیصد زمانی که موضوع زیاد شدن به وجود میایه یا مفاد، موضوع مفاد به وجود میه، مفاد یا زیاد جمع چی میکنیم؟ جمع کل فیصد میکنیم. کل فیصد هست 100، جمع فیصدی زیاد شده میشه 115%. پس در اخیر هر سال نفوس امیشن 115% میشه. کمی 115% چنده؟ 4738 نفر. از کجا فهمیدم این کرده؟ اینجا گفته در اخیر سال، اینجا هم گفته در اخیر نفوس یک شهر سالانه یا در اخیر سال 15% زیاد میشه. خب در اخیر سال که 15% زیاد بشه میشه 115%. 115% میشه چنده؟ 4738. خب پس چی میگم؟ میگم اگر 115% نفوس در اخیر سال باشه 4738 نفر، پس 100% نفوس چندیه؟ چرا هم 100% پیدا کنم؟ چون 100% نفوس به نفوسی که در اول هر ساله، در اول هر سال همین شهر 100% نفوس داره، یعنی کل نفوس این مثال 4120 نفره، در اول هر سال 100% نفوس داره، اما در اخیر هر سال سالانه چکار میشه؟ 15% نفوس زیاد میشه. پس در اخیر سال که 15% زیاد بشه میشه 115%، که 115% میشه 4738 نفر. چون این قسمت هم سالانه یعنی اخیر سال، این قسمت هم داریم اخیر سال. حالا 100% ما پیدا میکنیم، 100% یعنی چی؟ یعنی مجموعه نفوسی که در اول سال. بازم طرفین وسط این 4738 ضرب 100 تقسیم 115، اگر این ضرب رو تقسیم بکنه میشه 4120 نفر میشه. این 4120 نفر چیه؟ تعداد نفوس در اول سال. در اول سال پس از روی 100% ما جستجو میکنیم و در آخر سال از روی چی؟ از روی 115%. چرا 115%؟ چون گفته 15% زیاد میشه. پس نفوس این شهر در اول سال، چون گفته بگیم در اول سال شروع سال چند نفره؟ در اول سال هست 4120 نفر. سوال 27 هم گفته شده که یک تاجر در سرمایه خود 15% مفاد کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر سرمایه رو بوده 100%، 15% هم مفاد کرده، جمع 15% این سرمایه 15 هست مفاد، 100% اگر سرمایه داشته 15% هم مفاد کرده، شده چند؟ سرمایه مفادی شده 115%. حالا چی؟ یک تاجر در سرمایه خود 15% مفاد کرده، اگر سرمایه و مفاد هر دو مجموعاً
یعنی سرمایه و مفاد هر دو تا با هم باشن چند؟ 143,750 افغانی فقط گفته سرمایه پیدا بکنید. یعنی چی؟ یعنی فقط 100% شما پیدا بکنید. فقط چی پیدا بکنید؟ 100%. دوباره میگم اگر سرمایه یک تاجر، یعنی 100% سرمایه رو باشیم، اگر یک نفر تاجر به سرمایه خود، یعنی از 100% سرمایه خود 15% هم مفاد کرده باشه، کل سرمایه چند میشه؟ میشه 115% میشه. حالا سوال چی گفته؟ گفته اگر سرمایه و مفاد هر دو مجموعاً، سرمایه جمع مفاد هر دو تا مجموعاً چی باشه؟ بشه یک نکن 43,750 افغانی، شما بریم سرمایه پیدا کنیم 100% پیدا بکنیم. پس چی میگم من؟ میگم 115% سرمایه و مفاد شده چنده؟ 143,750 افغانی. حالا این مفاد و سرمایه، حالا 100% سرمایه چی میشه؟ این سوال به دو رقم مطرح میشه. رقم اول اینه که از آخر میگه که شما بریم مفاد در پیدا بکنیم، مفاد در پیدا بکنیم. اگه گفت مفاد، شما میگیم به جا 100% 15 بنویسیم. چرا؟ چون 15% مفاد کرده، شما مفاد در پیدا بکنیم. بعد چون گفته سرمایه پیدا بکنیم، سرمایه چیه؟ 100%. بازم طرف این رو بسید این 100 ضرب 143,750 افغانی تقسیم 115. پس اگر 100 ضرب 143,750 تقسیم 115 بکنیم میشه 125,000 افغانی میشه. خب آیا میریم رسو؟ پس اگر یک تاجر در سرمایه با 15% مفاد کرده باشه، اگر سرمایه مفاد هر دو تا مجموعه بشه 143,750 افغانی، سرمایه ای تاجر فقط سرمایه واسه 125,000 افغانی، کمی 125,000 افغانی، جمع 15% مفاد شده، شده چند؟ 143,750 افغانی شده. حالا بریم امتحان شما بریم مفاد در پیدا کنیم. چی رقم؟ بذار 100% بریم 15% شما پیدا کنیم. بریم 15% پیدا کنیم. هر چی که شد جمع مقدار 125,000 افغانی بکنیم، بعد چی بده؟ 143,750 افغانی. و آخرین مثال از مبحث فیصد. مثال 28 هم گفته یک نفر یک پرینتر یا دستگاه چاپر به 4,800 افغانی خریده. دکاندار در معامله 4% او را مراعات کرده، یعنی برای چی داده؟ تخفیف داده. خب پس از 100% پول 4% مراعات شده، منفی 4% میشه چنده؟ 96%. این 96% چنده؟ 4,800 افغانی. قیمت اصلی گفتم این دستگاه چاپر چی بکنیم شما؟ پیدا بکنیم. پس اینجا ما نمیتونم بگم 100% دستگاه بشده 4,800 افغانی. چرا نمیتونم بگم؟ چون گفته دکاندار 4% مراعات کرده، پس میشه چند؟ 96%. 96% ای دستگاه، پول ای دستگاه شده 4,800 افغانی. حالا گفته قیمت اصلی پیدا کنیم. قیمت اصلی همچه چیه؟ 100 دیگه، 100% و x. طرف این نسته این 100 ضرب 4,800 تقسیم 96. 1,48,48, 2,48,96, 1,2,2, 5,2,100 تا 50 ضرب 1 میشه 50، 2 دونه 0 هم داره میشه 5,000 افغانی. پس قیمت اصلی دستگاه پرینتر بوده 5,000 افغانی که 4% که مراعات شده برازی شده چنده؟ 4,800